بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من ولا. عزیزان، یک سفر بریم به آغاز دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه. هنوز مسلمان ها ضعیفند، تعداد زیادی نیستند و دشمن به هر شیوهی که دسترسی داره به اسلام و مسلمان ها ضربه میزنه، شکنجه صحابه ادامه داره و حتی جرأتش به اون حدی رسیده که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو شکنجه میکنن. پیامبر رو ببینید، دشمن اومده و پیامبر رو اذیت کرده و سر و صورت پیامبر از اون کثافت هایی است که روی پیامبر ریختند. اون دختر بچه رو ببینید، زینب دخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توی یک سطلی آبی آورده و داره اون کثافت ها و خاک و گل و اینایی که روی سر پیامبر ریختن رو داره تمیز میکنه. اشک بر گونه های دختر جاری است. هرگز میخواست، شاید دنیا تیکه تیکه میشد، خودش تیکه تیکه میشد، زیر خاک میرفت، اما پیامبر باباش رو به این صورت نمیدید. پیامبر در صورت دختر، دختری که تربیت یافته مکتب خدیجه کبراست، دختری که باید مثل شیر باشه و در کنار پیامبرش باشه و از دعوت اسلام دفاع بکنه، این ناراحتی و یأس رو میبینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به زینب میگن یا بنی لا تخشى على ابيك غلب على ابيك على ابيك غلبه ولا ذله. دختر جانم، هرگز نترس از اینی که کسی بتونه ما رو ذلیل و خوار بکنه، کسی بتونه ما رو شکست بده. ما پیروزیم، ما پیروز خواهیم شد. این حالت هایی رو که میگذرید، این میبینید، اینها مراحلی هست که خداوند متعال به ما نشون میده که شما پیروز میشید، اما پیروزی بها داره، رسیدن به عزت و کرامت بها داره. در این راه شهیدانی میفتند، در این راه ظالم مستبد مستکبر فرعون عزیزانی از ما رو سر میزنه و عزیزانی رو به زندان میندازه و عزیزانی رو شکنجه میکنه. بلاها سر ما میاد. بهای آزادی و کرامت انسانی اینه که استقامت بکنیم، اما پیروزی حتمی است. ان تنصر الله ينصركم. اگر شما خدا رو یاری بدید، دین خدا رو یاری بدید، حتما خداوند متعال شما رو یاری میده، حتما شما پیروز میشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این امید رو در دل این دخترشون میکارن. امیدی که در دل زینب کاشته شد، باید در دل من و شما هم کاشته بشه. این صدای پیامبر باید در گوشهای ما باشه که هرگز بر علیه اسلام نترسید که اسلام ذلیل و خوار بشه، هرگز نترسید که اسلام شکست بخوره. پیروزی اسلام حتمی است و ما با چشم خودمون این رو داریم میبینیم که جهان به سوی سعادت و رشادت اسلام داره قدم میزنه. تاجیکستانی که سالیان سال 70 سال با پتک و چکش خرس سیبری میخواست دینش رو عوض کنن، میخواستن هویتش رو عوض کنن، میخواستن ملت تاجیک رو کمونیست بکنن، تاجیکستان بار دیگه برگشته و حافظ قرآن هست. ایرانی که صفویت اومد، قبر پرستی رو در این جامعه نهادینه کرد و مردم رو از پرستش الله به پرستش مرجعیت و امامزاده و قبر و بت پرستی کشوند، ایرانی که بار دیگه برمیگرده میگه قرآن و سنت رسول اکرم و غیر از این هیچ. همین ترکیه‌ای که الحاد و لادینیت در اونجا میخواست که جامعه رو مسخ بکنه، بار دیگری که اسلام داره اونجا اذان میده. و جا جای دنیا رو ببینید، تونس رو بنگرید، کشورهای اروپایی رو بنگرید، در فرانسه بیش از چند هزار مسجد، فرانسه‌ای که مرکز الحاد و لادینیت بود،
و همینطور صدای اذان رو از هر جا میبینید که بانگ اذان میاد. پیروزی اذان اسلام هست. دور و برت نگاه کن، 20 سال پیش جامعت چه بود، امروز چقدر هست. فهم و درک و درایت و افتخار به دین به کجا رسیده؟ پس صدای پیامبر تو ذهنت باشه که برای این دین نترس، نترس که این دین شکست بخوره و نترس که این دین ذلیل و خوار بشه. پیروزی حتمی است، اما در ساختن این پیروزی نقش تو چیست؟ اینه سؤالی که باید تو ذهنت باشه.